ویدیو میخوام بهتون آموزش درست کردن مایه ماکارونی رو بدم. مایه ماکارونی رو خیلی ساده میتونید درست کنین و مواد تقریبا ساده ای هم داره. وقتی که این مایه رو درست کردین میتونید بریزین توی ماکارونی و بذارین دم بکشه و اینکه مستقیم با پاستا پخته شده قاطیش بکنین و استفادهش بکنین، یا اینکه روی ورقه‌های لازانیا بریزین و دوباره اونو بپزین و استفاده کنین. با داشتنش میتونید خیلی کارا انجام بدین، حتی یه سری خورش های خیلی ساده هم شما میتونید با همین درست بکنید. مثلا بهش لوبیا سبز اضافه کنید، یا مثلا نخود فرنگی اضافه کنید، یا حتی سیب زمینی سرخ کرده بهش اضافه کنید و خودش یه غذای ساده و آسونی میشه. حالا من بهتون درست کردنش رو نشون میدم. موادی که لازم دارید، پیاز هستش که من خرد کردم، میخوام یکم تفتش بدم. یه حبه سیر لازمه، البته من سیر نریختم، به جای از زنجبیل استفاده کردم، زنجبیل تازه. کمی قارچ داریم که این دل بخواه میتونیم بریزیم میتونیم نریزیم. فلفل دلمه هم داریم خرد شده، اونم باز همینطور میتونیم بریزیم میتونیم نریزیم، چون بدون اینا مایه‌اش رو شما میتونیم درست کنیم. پوره گوجه داریم یا گوجه خرد شده، شما میتونیم گوجه فرنگی رو رنده بکنین و بریزین توش، اینکه از رب استفاده کنیم، ولی استفاده از گوجه یا آب گوجه فرنگی خیلی اونو خوشمزه‌تر میکنه. یه نصف لیمو داریم که کمی بعد بهش ترشی بدیم. یه اندازه بوده 30-40 گرم هم کره داریم، خوشتر ترش میکنه. گوشت چرخ کرده داریم، من از گوشت چرخ کرده 5% چربی استفاده کردم که خیلی بهتره. شما میتونید حالا به سلیقه خودتون یا گوسفندی یا گاوش گوساله‌اش رو استفاده بکنید. ادویه هم که داریم فلفل سیاه هست، زردچوبه هست و پودر گرد تخم گیشنی. این هم با زلبخایه من خودم به غذا همش رو این غذای گوشتی رو میزنم، خیلی خوشمزه‌ترش میکنه. حالا میگم که درست کردنش رو هم دنبال کنیم. پیاز همون که کمی نرم شد نمه بذاریم که بشن برشته و قهوه‌ای بشه، داره که اگه پیاز همچه یاد تو ماشه قهوه‌ای بشه این بوی بعد گوشت رو از بین نمیبره. سیر رو اضافه میکنیم یا زنجبیل رو، هر دوتاش هم شما میتونیم اضافه کنیم، ایرادی نداره. هم کمی سیر هم کمی زنجبیل. کره داشتیم، اینم اضافه میکنیم. گوشت که تو این کره یه ذره تف داده میشه خیلی طعم خوب میده. حالا مقدارش خیلی کمه، این مقدار گوشت من نیم کیلو گوشته، نیم کیلو گوشت تف کرده. ادویه همونم الان اضافه میکنیم. دلیل این که ادویه رو من الان اضافه میکنم برای اینه که وقتی ادویه بودن چند ثانیه تفت میخوره اون عطر رو بوی واقعیش در میاد، در واقع اسانساش کاملا آزاد میشه. هندی هم که وقتی غذا رو درست میکنه ادویه هاشون رو تفت میدن بعد غذا رو اضافه میکنم. موادی دیگه نداریم. من دیدم بعضی ها اول با مواد غذایی یا مثلا گوشت اضافه میکنم بعد ادویه میذارم، اونجوری تقریبا نیمه از عطر و بوه ادویه آزاد نمیشه. حالا گوشت رو ما اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده رو تا پیش از این که کاملا رنگش عوض بشه مرتب باید هم بزنیم تا به همدیگه نشسته، برای اینکه اگه هم نخوره کاملا تیکه تیکه به صورت قلمبه قلمبه میتنست که برم دیگه و جدا نمیشه. ما سریع اون اصلا باز بکنیم که اون حالا پیشتر یا پنش یا اندازه ریزی جدا بشه. گلن هم تقریبا متوسطه که کمی رو به بالا بزنیم گوشت رو افتشن هم از گوشتتون آب بنده. اگه دمای اضافتون کم باشه یه سریع آف می بزنم هرچوش کم می کنم که یه فرده جالبی پیدا می کنم. یه شما اول همیشه تفت می دیم بعد می جانم به پرده. مرتب بزنیم و باز بکنم و
گلوله گلوله و قلم رو قلم بزنم. تو این مرحله من فلفل دلمه ها رو اضافه میکنم و همینطور خواهد شد. این الان گوشتو تقریبا باز شده دیگه، اون حالت چسبندگی و تیکه تیکه چسبیده به همه نداره، رنگش هم داره عوض میشه. خوب خوشی کنم. از گوشت چرخ کردن میریزم، بعد ولش میکنم یه طرفش که درست شد، بعد میان اونورش میکنم، بعد شروط هم باز کردم. همیشه هم یه تیپایش دیدیم که پای درست و ریز مخلوط هم قطعیه. همین داریم همش یه دست و یه اندازه خوب شد و ریز شد، مثلا باز شد دیگه. تو این مرحله من گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. این سیبش استفاده میکنم، شما میتونیم تازهش رو بنده کنیم و بهش اضافه کنیم. من با همین آب گوجه میزنم این بپزه، اگه هیچ آبی بهش اضافه نمی کنم. این خیلی خوشمزهش میکنه. روب هم میتونیم حالا اضافه بکنیم که کمی قرمزترش بکنیم، ولی من خودم روب نمیزنم. اینکه همین گوجه رو ریختم دیگه براش کافیه. میتونیم اگه قرمزتر میخواییم بشه روب بهش بزنیم، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. اگه هم توندی دوست داریم میتونیم کمی فلفل چیلی بهش اضافه کنیم، حتی فلفل سبز توند بهش اضافه بکنیم، پاپریکا بهش اضافه بکنیم، ادویه تندوری حتی بهش اضافه کنیم. همه اینا رو میتونیم اضافه کنیم به ذائقه و سلیقه خودتون، هیچ مورد و اشکالی نداره. من حالا یه ذره لیمو میرزم توش، یه ذره خوشمزه ترش میده، ترمزه ترش بهش میده، خیلی خوبه. من با سلیقه از هایی دوست نداره میتونه نرزه، از یه دوست ندارم خورشتشون کمی ترمزه ترشی داشته باشه. خب این الان آماده است. ببینید خود گوجه ها اونقدر آب داره که این گوشت رو با خودش بپزه. من درش رو میذارم، تقریبا حدود 10 دقیقه این بپزه، بعد کمتر 5 دقیقه هم میتونیم بزنیم بپزه، بلکه این بعدا تو خود ماکارونی میره پخته میشه در میکشه. اگه میخوایم به صورت پاستا باشه مدت زمانش رو کمی طولانی تر کنیم. حالا شعله رو کم میکنم و متوسط یه ذره کمتر و میذارم این آروم آروم شروع کنیم به پختن. گوشت چرخ کردن معمولا زیاد احتیاج به پختن هم نداره، همون 10 دقیقه دیگه نهایت یک رو براش کافیه. بعد از 5 دقیقه من درش رو برمیدارم و نمک رو اضافه میکنم. این سفیده هم که میبینین کدوب هستش، من بعدا اضافه کردم بهش. این چون یه چیز رایجی نیستش و هر کسی هم خوشش نمیاد، توی اول فیلم معرفی نکردم، نشون ندادم. اینو خودم به سلیقه خودم ریختم، شما میتونین مثلا بریزین میتونین نریزین. بعد اینو نشون دادم که بگم که همه چی میشه به این مایه اضافه کرد. شما همون چیز اولیه رو که من بهتون گفتم و بهش اضافه کنین، همون کافیه. یه چیزی هم که میخواستم بهتون نشون بدم این عصاره‌ای هستش که به صورت گیاهی یا گوشت و مرغش هم پیدا میشه. میتونین اینا رو هم به این مایعات رو اضافه کنین، یه دونه قرصش رو یا دوتاش رو بس به مقداری که میخواین بهش اضافه میکنین، هم طعم و مزه خیلی خوب بهش میده. و یه نکته مهم این که
اولی آثارا رو اضافه کنیم، نمکش رو بچشیم، اگه کم بود بعد نمک بزنیم به مایعات. من که اینا خودشون شور هستن و ممکنه غذاتون خیلی شور بشه. این رو کارم میتونین انجام بدین و اینم بد نیستش. فقط دقت داشته باشین که حتما اینا روش یه عبارتی داره نوشته شده، بهتون نشون میدم. حتما از نوعش رو بگیرین که روش نوشته شده باشه، نوع MSG. این از همهش بهتره و سالمتر. مایه ما آماده است و به این شکل آماده. این دیگه میتونید روی پاستا بریزین یا توی ماکارونیتون و استفاده کنید. حتی میتونید سیب زمینی سرخ کنید، بهش اضافه کنید و با برنج بخورید به عنوان یه جور خورش. خیلی هم خوشمزه میشه. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. این که چقدر ساده و راحت اینو ما تونستیم درست کنید.